سلام دوستان، امیدوارم حال همگیتون خوب باشه. امروز با خواهرم کار داشتیم، یه ساعت اومدیم بیرون به کارام برسیم، نگم براش انقدر هوا گرمه تصمیم گرفتیم تو راه که داریم میرون خونه مواد اولیه آبدوخیار رو بخوایم بریم آبدوخیار بخوریم. من قبل از اینکه بیام بیرون ناهارمون رو حاضر کردم، منتها گفتیم هیچ اندازه آبدوخیار نمیچسبه، بگیریم بریم بخوریم یه بلوجیگرمون خنک شه. کشمش خونه دارم، نون خوش دارم، گردو دارم، بیشتر مواد خونه دارم، یه ماست سبزی تازه بگیر بریم خونه با هم یه آبدوخیار بخوریم. خب ما از بیرون برگشتیم، وای انقدر هوا گرم بود که رسیدم خونه هیچی به اندازه یه آب طالبی خنک حال آدم خوب نمیکنه. آب طالبی که اصلا کاری نداره درست کردنی، طالبی که من طالبی ها رو قاش کردم، حالا یه دونه یه کوچولو بخورم جاتون خالی. چقدر شیرینه، چند تا تکه یخه انداختم طالبی ها رفتیزن داخل مخلوط کن دیگه شکر نمیزن، چون واقعا خود طالبی شیرینه، قند طبیعی مخلوط کن قشنگ میکسش میکنم که آب طالبی خنک میشه بخونم و یه ذره حالم جا بیاد و بیام آب دخیار رو بهت نامزش بدم. سمتی آب دخیار هم گرفتم، من مقدار سبزیام خیلی زیاده، این همه نیم آب دخیار درست کنم، دیدم سبزش خیلی خوبه، گرفتم که این مقدارشم خود کنم و برای دون رو کفته بذارم داخل فریزه. پس آب طالبی درست کنم بخورم، حالم جا بیاد. طالبی حاضر شد، بریزم توی لیوان و جای همگی هم خالی، یخ و طالبی و شکرم نریختم. این از آب طالبیمون. حالا برم سبزه رو زود پاک کنم و بشورم و خوش کنم و بیام برای آمیزش آب دخیارمون. تمام مواد اولیه که برای آب دخیارمون لازم داریم روی میز چیدم. ببینید به اسفند میاد آب دخیارمون همه وسط نزده، ولی من هم که تیکه تیکه داشتم میشندم، نه مواد اولیهش همچنان کم نیستش. ماست سعی کن از ماست پرچرب استفاده کنیم. ماست با مقدارم بستگی به تعداد نفرات داره. ماست، کشمش، گردو که من گردو قبلا خیس کردم که زمانی که میخوام خرد کنم هم نرم باشه هم پخش نشه. ببینید زدن خامه حدود 1 تا 2 قاشق توی این آب دخیار سلیقه‌ایه، ولی فوق العاده خوشمزه میکنه. بعد نعنا 1 قاشق غذاخوری سرسبز، نمک به میزان لازم، پودر سیر یا قاشق چایخوری و پودر گل سرخ. فلفل هم هست، فلفل سیاه هم میتونی بریزی، من اینجا فرموش کردم بزنم، حالا فلفل هم میارم میزنم. خیار من اینجا حدود فکر کنم 6 تا میخوام استفاده کنم. کاملا با پوستش تمیز بشونید، من چون میخوام این آب خیار رو پوست خیار رو نگیرم. این خیارهای اصفهان اومده خیلی خوشمزه و خوشتمه. نون خشک و سبزی معطر. سبزی معطر که میبینه شامل همه سبزی ها، تره، گشنیز، جعفری، پیازشه و تروبچه. حتما توی آب دخیارتون تروبچه هم بریزین، ترخون و ریحون. خب پس ببینم فراموش نکردم، آب یخ میخوایم، خود یخو میخوایم که حالا من میزنم و مرحله رسیدتون استفاده میکنم. ببینید بعضی ها مخلوطی از آب یخ و دوغ استفاده میکنن و بعضی ها اصلا دوست دارن کاملا دوغ میریزن، ولی من از این طریق که درست کنم خیلی خوشمزه میشه. خیارا رو کاملا نگینی خرد کردم. ببینید میتونی خیارا رو هم با پوست خرد کنی، هم میتونی راه هم میتونی پوستشو بگیری، کاملا سلیقه‌ایه. مقدار موادتون هم بستگی به تعداد نفرات داره. ببینید چقدر این رومیزی من خوشگله. این رومیزی رو مال زمان بچگی ماست، مامانم ممنون سال تحویل این رومیزی رو مینداخت، من اینقدر اینو دوست داشتم امسال نزدیکای عید اینو مامان داد بهم که سال تحویلم استفاده کنم. عشان یاد خاطرات بچگی میفتم، یاد اون موقع میفتم. آب دخیارم که میدونی که چقدر تو هوای گرم مزه میده، اصلا من میگم آب دخیار اصلی تن غذای ایرانی، فسود ایرانی. ریز چه عطر و بوی خوبی هم داره این سبزیه ما، سبزیه معطر همشون دیگه. حالا اگر احیانا سبزی گرفتی مقدارش هم زیاد بود مشکلی نیست، هم میتونی به عنوان با بعد غذایتون استفاده کنی، هم میتونی خرد کنید و بذارین داخل فریزر برای زمانی که میخواین دونمه و کوفته درست کنید. فقط سبزی ها باید کاملا ساتوری بشه. اینم پیازچه ها، پیازچه هم سر کنی با ساقای بلندشون باشه، مخصوصا که اگه سبزی تازه باشه، الان که بهاره هنوز سبزی تازه است. اینم میذارم کنار. ببینیم همه رو من تمیز میکنم، مرحله به مرحله میذارم تو ظرفی که میخوام درست کنم. خیار، کشمش، سبزی. حالا نوبت
تربچه هست. تربچه خیلی این غذا رو خوشمزه میکنه. تربچه ها رو با حوصله، یه ذره حوصله داشته باشه. میگن آبدوخیار اصلا غذاش اسمش آسونه، ولی یه ذره حوصله و ظرافت میخواد. تربچه ها رو به همین ریزی خورد میکنم و میریزم داخل ظرفی که میخوام کل آبدوخیار رو آماده کنم. مرحله بعد حالا نوبت گردواست. گردوارم کاملا ریز خورد میکنم و میریزم کنار بقیه موادمون. تمام مواد رو خورد کردم. آخرین مرحله هم گردوارم. ببین گردوارو چون گذاشتم توی آب چقدر نرم شده، چقدر راحت تر خورد میشه. اگر نذارین توی آب و نرم نشه، زمانی که دارین گردوارو خورد میکنین مطمئن باشین هم گردوها پخش میشه هم به این راحتی خورد نمیشه. خب حالا ببین تمام مواد رو ریختم اینجا کنار هم. چقدر قشنگ گردورم میریزم این گوشه. خب یه بار دیگه چک کنم همه چیز هست. کشمش، خیار، گردو، تروب، سبزی. حالا نوبت چیه؟ حالا نوبت اینه که ماستمون رو اضافه کنیم. ماست رو اضافه میکنم. یه به هم بزنیم که خیلی زیاد نشه. پپرش من زنگ موبایلم رو گذاشته بودم چون من یه قرص ویتامین بخورم. به هر حال مشکل نیستش که آشپزی میکنم زنگ تلفن، زنگ خونه، زنگ موبایل. خب بازم لازم دارم یه کوچولو دیگه میدم، ولی چون آبم میخوایم قاطی کنیم دیگه، گفتم میتونیم یه تا دو قاشق هم خامه. اینقدر خوشمزه میکنه. اصلا راز خوشمزگی این ماست و خیار ما همون دو قاشق خامه یه که میزنیم. خب آبدوغم ببخشید. حالا نعنا، نمک، پودر سیر و پودر گل محمدی، فلفل. من فلفل یادم رفته، پسرم اینجاست. اصلا جو لطفا فلفل رو بده. ببخشید فلفل یادم رفت. خوبه بچه رو در دسترس باشن، میتونیم ازشون کمک بگیریم. هی ناشپزی مرسنزم. فلفل هم میریزم و اون کاملا سلیقه‌ایه. به هم میزنم. به به من از اون آبدوغای خوشمزه میخواب شد. حالا یه هفتش دا یخ، در نهایت آب. یه مقدار آب میریزم، به هم میریزنم. به به چه بوی از این سبزه معطر پیشی تو فضای آشپزخونه. ببینید اون غلظتش را بخواین رقیق تر از اون بشه کاملا سلیقه‌ایه، ولی در این حد کافیه. من در این حد ریز میزم، آب میریزم دیگه، نمیذارم بیشتر از این نه رقیق بشه نه غلیظ بمونه. خب ببینیم خوشگاهی داشتی هیچ موقع زمانی که آب دوغتون آماده شد تو اون کاسه که بزرگ آماده شده میخواییم بخوریم، نونا رو خوش نکنیم، نونا رو ببخشید خورد نکنیم بریزید داخل آب دوغتون. چرا؟ چون که این نونا خمیر میشه. اون میزانی که میخواین توی کاسه بریزین، نونم بریزین داخل همون آب دوغیار که تو کاسه است و بخورین. خب اینم از غذای سنتی لذیذ تابستونی ایرانی.